خیمه کلش از تیکه از تیکه ساخته شده و فعلا در زمستان قرار مگر برف و باران شده باز چطور میکنیم؟ امیر تقاضا میکنیم از امی تجارا از امی امارت اسلامی یک سو خودشان رو بزنند اما یک خیمه کمک برسانند دیگه مجبورند دیگه نباشین می تو پینک داد شینک داد میشینیم دیگه چطور کنیم؟ مجبوریت اینو میست دیگه جای رفتن نداریم دیگه. تقریبا اولترین خودم میگم که خودم مرد میدان هستم که 15 روز میشه که امید دیگ ما دیگ دانشه رو ندیدن این آقیه نیست دیگه. خب ما که به یک قسم باشم این بیشوهر ها این بیوه بیچار ها خود این رقم شد نان خوردن نداره. بعضی های از یا که میره دمی گدایی کار که پیدا نمیشه دمی گدایی میره این همه قیمه قد تویتن نان میبیاره کتی سنگ را در سر قدیفه میکوبند روغن پیدا نمیکنه که دمو روغن پرده و دم او جوش داده همین مایده تفلوبا میته که صدای از یا نبره رفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان درود و سلام خدمت شما وقت همه بخیر بسیار زود خوش آمدین آرزو میکنم خوب و جور و صحتمند و سرحال باشین باز آمد این محمد سالا در گزارش ویژه امروز خواستیم که خبری از هموطنان خوب ما که از نقاط مختلف و ایجا مهاجر هستن خبرشون رو بگیرم و یک گزارش خوب از این مردم براتون آماده بکنم که به خاطر که در آمد آمد زمستان قرار داریم و این مردم سخت به کمک نیاز دارن هوا خیلی زیاد سرد شده و طفلک‌ها زیاد دیده میشه و پدر کهنسال و مادرای مدجه هستن زیر خیمه زندگی میکنن ما آل با این مردم صحبت میکنم و میپرسم که چقدر به مردم کمک شده آیا نشده و ببینم که اینها چی گفتنی دارن نام خدا اینم میگه جمع شدن هفته میرسه کمک خوب است سلام علیکم پدر جان خوب هستین شما خوب هستین بخیر هستین بخیر آمدین دیگه خوب هستین قربان تو کمی که پیش بینین در پولیم پولیم بینین در پولیم خوب پدر جان نامتون اسم ما محمد ظاهر است از ولسوالی چمتال هستم خب پدر جان چقدر وقت شما در مهاجر هستین ما تقریبا یک 8 ماه تقریبا 9 ماه شده می مهاجر هستیم در منطقه برای ما از طریق هیچ ارگون برای ما نه کمک شده نه دیگه شده یک دفتری ترکیه است که یک وقت برای ما گفتیم اگر از اون مابین دو روز یا یک روز نان میاده توضیح میکنه دیگه هیچ کس برای ما نه طریق دولتی شده و نه طریق کنم نجای دیگه ما اینمیجا دمی خنوک دمی هوای گرم دمی زمستان یخ اینمیجا زندگی کردیم دمی منطقه خوستیم چوچو پوچی ما کل گیره نداریم که یک روپی خدا نداریم که اینا رو ما به یک دکتر بودیم آیا تدبیه زیره کنیم یک لقمنان برای از اینا پیدا کنیم روزانه میره مادرشون بمیز یک منطقه شیرآباد میگه در اون منطقه میره تا بیگر پیاز کنی میکنه 50 روپه میگیره بیگه 5 نان نان خریده میاد دوی تلفکا میاد پرده دی تلفکا رو میکنه اول خدا میکنه دوی مامو مادری بیچارش میره از اونجا یک 5 تا نان پولیش پیدا میکنه دوی بیگه پرده خدا میکنه دمی داشت ما ویدادا خواهش میکنیم اول در اول از دولت اسلامی امارت اسلامی خود دویم از تمام مؤسسه خیری که چی داخل افغانستان ماست چی خارج کشوری ماست برای این مردم بیچاره مردم که رو ما 500 خانه در اینجا برای زندگی میکنیم کلی از اولسوالی مختلف است از چمتال هست دولت آباد هست شلگر هست از قیصار هست از برای تمام ولایات ها در اینجا برای همینجا آمده از اولسوالی مختلف در اینجا زندگی میکنه خب پدر خان چطور که نخواست نری قرار وقت دوباره پس هر کس به منطقه و خانه و جای خود بره مشکل در کجا بوده چرا نرفتین تو مشکلی ما برای دی بوده که ما مردم للمکار هستیم للم نشده سال خوشسالی از در منطقه ما آب نیست خوشسالی از کشت نشده این مردم با کجا زندگی کنه دویم حولیایی که داشته این مردم کلگیش خساره شده چپه شده و بیداره اینا بیداره هیچ حولی نداره که بروه دمون سرزمین سر خود پناه بکنه اگر بره در یک پالی یک جای دیگه که خیمه خود بره بره منطقه خود دیه آیا خوراکم نیست اوام نیست هیچ چیزی نیست که این مردم بخوره زندگی کنه در نمی جام بره مجبور است که این مردم میره روزانه بره این پایین این مردم یک کشتکاری داره دیگه داره در پالی هم این مردم میره یک روز 50 رو به کار میکنه که پرده خود هم این مردم میکنه غیر از او دیگه جای کنم این مردم زندگی و پرده شدن نمیشم و نمیتونم
سلامت باشین پدر خان باش که با دیگران صحبت بکنم شما وان به گفتنی دارن شما تلفن جواب تشکر دیگه در جمع شما کی است چیزی به گفتن داشته باشه شما صحبت میکنین باش که یک مادر ما اینجا اومده میخوا با ما صحبت بکنه سلام مادر جان سلام به شما تشکر میکنم که اول شما اومدین ما را سراغ کردین در زمستون احوال ما را گرفتین مادر خان شما در خانه چند نفر هستین ما خانه 8 نفر خودم هستم نانوارشان خودم هستم هفت شهید دادیم جان مادر اسمم تاجور است از ولایت پاریوف قیصر هستم اینجا 500 خانه است از ولایت مختلف این می هفت ما هشت ما میشم اینجا آمدیم از طریق هیچ کدام کسی دم و کمک نشده یک گرمی ترک هست از این بیگا دو بیگا یک کمک میاره دیگه اینم تو دیده ششتی نمیگه لوچ و قلندر هست نداریم بگم 50 رو پس 40 رو پس دکار نمیتا شیرباتی ها میریم و هم پیاز میازم خلاش دالی که سو بکنیم اون مورا میاریم یک پرده داری میکنیم باشم میخوریم نباشم میبرایم دیگه دگدایی دست گدایی زدیم دیگه چیزی نداریم اینجا بخوریم اول تقاضا میکنیم از امارت اسلامی اول دما یک خوردنی بیاره بعد از خوردنی سوختن این زمستان آمده راست ما این زمستان ایرانش هستیم زمستان چطو پیش ببریم ما این چوت شی اما تو طلبات شده که اشتکا مریض است پاک دوسیه تا مرده پاک مریض است یک دکتر یک کلینیک نیست یک تقاضا کنه یکی بگو یک کلینیک با عقلا ده یک 20 روز یک ده روز یک کلینیک بیایه همیشه سینیشه گرفتگی است داد میزنن خلا شب تا صبح زیر خیمه ورور شمال هم است قه 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 ایره چی تو کنیم قسمی که میبینیم در کل خیمه کلش از تیکه ساخته شده و پولا در زمستان قرار مگر برف و باران شد باز چطور میکنیم امیره تقاضا میکنیم از همی تجارا از همی امارت اسلامی یک سو خودشان رو بزنن دما یک خیمه کمک برسانه دیگه مجبورن دیگه نباشین میتو پینکه داد شینکه داد میشینیم دیگه چی تو کنیم مجبوریت اینو میست دیگر جای رفتن نداریم دیگر من از شما تقاضا میکنیم صدای ما را بشنوانین بیوا و بیچاره غریب صغیر کویر اینو اینجا خو است از پای ماندگی است دیگر کی کار کرده من از یک من میخورد یکی از دستش یکی از پایش هیچ کار کرده نمیتونه دیگر سیاسر ماندیم اینو همین سو میکنیم پیاز میکنیم با می میچینیم همین هم خلاص شده اینم چند روز کار ما مانده که پخته میچینیم او را 50 روپیه میته سیر 50 روپیه او را تا بیگا میچینیم 50 روپیه را بیاییم یک تک تک دوا بگیریم سلپا کده بشینیم چنگ داره دیگه چنگ داره اینم مجبوریت است جان مادر تشکر میکنم خدا خدا بزرگ است انشالله بخیر من از طریق همین گزارش خود پیشنهاد شما را انتخاب شما را به مسئولین میرسم امیدوار هستم که اونا هم بیننده باشن ببینن و هر چی زودتر به داد شما برسن واقعا خیلی هوا سرد شده و قسم میبینم تفلک های بسیار زیاد دیده میشه و مؤسسات سفیدی زیاد هستن ما اونجا که پدرک هم میبینم در پایتخت باش که او صحبت بکنم که اونا چی میگن چی گفتنی دارن دوست عزیز شما میبینین این یک خیمه که از چهار طرفش تقریبا سراخ شده بگم پاره شده و در این میجا زندگی میکنن در این هوای سرد که میبینه چقدر هوا سرد است خصوصا در منظور شریف و این قسمت هم دشت است که نسبت به داخل شهر اینجا شمال بیشتر میباشه هوا بیشتر سرد میباشه این میده که پدر ما شش تباش که امروز صحبت بکنیم پدر جان سلام علیکم خوب هستین؟ سلام قربانتون پدر جان نامتون چی است؟ نامتان شعبدین پدر جان از کجا آمدین شما؟ از چیمتال از چیمتال آمدین خب چند نفر هستین در خانه؟ بس 4-5 نفر هست خب جای به کار کردن میرین نمیرین از کس کسی هست به شما کار بکنه در بازار؟ بازار ها میرین خواهی ما نمیگیره پیر هست میگه با جمع بچه ها نمیگیره ما گشنه هستیم ما هم نمیگیره بدر من نمی گشنه توشتنش بخواب کردیم نمی کسی کام نداریم به اشتر خواب از کم تره بر شما تانوز کمک آمده شما رو کس کمک کرده؟ یه با ترکیه آمده خانه شو و دیگه کس کمک آمده شما تنها از امو طرف مردم ترک کمک شده بر شما؟ ترک کمک شده یک نوم پوم میده و چیز میکنم هیچ نمیده خب من حیث یک شهروند می وطن از می افغانستان خود بر مردم چی گفتنی داری؟ چی میخوای از مردم؟ از دولت؟ دولت ما میخوایم که بعد از ما یک خرج بوده، یک گرد بوده، یک گندم بوده، جو بوده، ما نگاه کنن من از زمستان آمده یک زغال و پدغال و بلا بوده که بعد لوچ هستیم، لق هستیم بعد در پخته چینی بریم روزی ما تیر نمیشه یک سر پخته بچینیم 50 روپه میده او 50 روپه چی ما میشه؟ نی روغم میشه، نی برنج میشه، نی او میشه، نی روغم میشه حیران ما نکه چی رخم کنیم
خدا بزرگ است. من انشاءالله بخیر پیامتون است، صلایتون برای مردم میرسون. امیدوارم که هر چیز زودتر هر کس به اندازه توان خود دارن لطف بکنن، مهربانی بکنن و حق انسانی خود ادا بکنن، بیان با شما کمک بکنن. نان جان خیر ببینی. بخیر باشین پس. سلامت باشین شما. دوستان عزیز، شما یک بار به تصویر ببینین از خیمه و از جایی که زندگی میکنه. باز ما بخیر صحبت های دیگه هم با مردم میداشته باشه، حرف های دلشون حتما به شما میرسونم. شما بیننده هستین گزارش ویژه ما را از یوتیوب چنل آرزو و فعلا در کنار یک تعداد از هموطنداران شش نمیجه اینا مشکلات زیاد دارن. تقریبا در حدود 500 خانواده جا هستن که 8 ماه بیشتر میشه در اینجا مهاجر شدن از نقاط مختلف اطراف شهر مزار شریف. تنها یک مؤسس از طرف ترک‌ها که به اینا کمک شد تونست، از هیچ ارگان مزار کمک نشده و حالا هم که داخل زمستان شدیم هوا خیلی زیاد سرد شده. مشکلات این هموطنان ما به حد زیاد است که اصلا براتون گفته نمیتونم و هر کدام شکایت و گله از زندگی و از روزگار خود دارن. یک پدر ما در کنار ما شده، ببینید که با اینو صحبت بکنیم، اینا هم حتما چیزی به گفتن دارن. پدر خان سلام علیکم. سلام علیکم جور هستین؟ بخیر جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. بخیر باشین. خب اول بین نامتون رو برام بگین. باز بخیر، از کجا اومدین و چقدر وقت میشه که هستین و مشکلاتتون؟ اسم من سراشدین است. همه اول سال دولتبات هستم، ولایت بلخ. ما در اینجا در کمپ مهاجرین در اینجا در واشه هستم، نماینده هستم در ولایت بلخ، مقصد اول سال دولتبات. این همینجا 8 ماه میشه که ما تقریبا یک 500 خانه در اینجا مهاجر هستم. تا به حال ما مردم هیچ یک کمک نامده. بسیار اوقات ما تلخ است. بسیار نی دوشتوکا یک پای پوش است و نی برادر جان خیمه است و نی دیگه هم این سو خنوک است. یعنی شما مردم میتونین که اگر بعد از شام در اینجا بیاین که یک رقم اول دول که همین مای دوشتوکا دست خنوک و اونسر تا هم وقت هم خوب بود که یک ذره گرمی بود مای دوشتوکا و تو اونسر نداشت. یعنی همین شب روز بسیار وضعیم مردم خراب. یعنی به خیمه را خوب میبینین که کلگی یک کونه لطه است. مردم در همه در چهار دیوال زندگی کنند نمیتوند. در این وقت در این چه رقم زندگی کنیم؟ هر کدام از یا برادر جان 5 تا 6 تا طفل داره، طفل گودک داره، خب مریضی هست، دیگه هست. بازم خانش آباد که از روز در میان همه ترکیه ها که هست روزی 4 تا 4 تا نان هر خانه بد آدم روز در میان هم 4 تا نان چی شود؟ در این شهر آباد همه سیاسر ها میره مسلمان ها همه پخت چینی هست. اول خود بود همه پیاز کنی بود، رومی چینی بود، همه این صدا بود. روز 50 روپیه 60 روپیه کار کرده می آمد 5 تا نان گرفته می آمد که یک چهاره پرده همه مسلمان ها می شده. خب بعضی از یا مرد داشته باشه، اکثرین از یا بیوا بیچاره هستن، سغردار هستن. همه داد و ایلای از را غیر خداوند دیگه کسی نمی شنوه. خب لیست دادیم هم که لیست ما در هر ارگانی که رفته تا با اولا خدا مهربان میگردم، خدا مهربان. ما هم سعی کردیم که الان امروز میبیایم، من امروز میبیایم که در خوردن هیچ چیز نداره. تقریبا اولترین خودم هم میگم که خودم مرد میدان هستم که 15 روز میشه که امید دیگ ما دیگ دانجه رو ندیدم. این آقیه نیست دیگه. خب ما که به یک قسم باشم این بیشوهر ها این بیوا بیچاره خود این چه رقم شد نان خوردن نداره. بعضی های از یا که میره در گدایی کار که پیدا نمیشه در گدایی میره، این همه قیمه قد تویتن نانه میبیاره کتی سنگ را در سر یک قدیفه میکوبن، روغم پیدا نمیکنه که دمون روغم پرده و دمه او جوش داده همین مایده تفلو با میتر که یک صدای از یا نبرای افته. خب به این حالت مشکلات ما هسته، ما مشکلات خود در کی بگویم؟ ما خود ما نماینده هستیم. همین مسلمان میگه که آقای فلانه جای به تو نرفته، بسم الله این جای به نرفته. خب میریم اما ارزه را برده میتیم، خب همین جدول را برده میتیم. خب اینا رو یک چند وقت میگم که خدا خدا مهربان، ما خود برده خود تسلیم کرده اومدیم. هیچ نیکی ما زنگ بزنه شمار ما دمونجا نوشته است، تمام مشای ما دمونجا نوشته است. خب بگو یک اگر میدوده که مسلمان که بگو یک که خواهی همه مشکلات دارم مسلمان ها. خب غریب بیشاره است،
هر کسی که در نام افغانستان که استفاده میکنه در ما غریبا خو نرسیده تا بنا باش که در پلی پدر قنده بشین فکر یوم چیز را گفتن دارم بین از شما کمی که بشنیم. السلام علیکم. در مو جنگ های طالبی اول بود که من اونجا پریده بود و در امونجا زخمی شدیم و امرق نه داکتری بود و نه کنم چیزی دیگه بود. امونجا ما دست ما معیب شد و تا امروز سنی ما را هیچ کس هم نخواهد هیچ کس پرسان ما را هم نکرد. امروز ما آمدیم اینجا پراکنده شده مثل یک کشوری دیگه در هستیم. امرق هم در کمپا زندگی میکنیم، یعنی خارجا که ما از افغانستان بریم در کمپ یک ماه الا دو ماه الا سه ماه تا همون دولت سر همه روز نان و تا غذا تا همه آتا سکریت پلیت ناسوار پلیت هرچی عملی داره اونا میتن، ولی از ما مردم ما که مسلمان هستیم به خاطر شرافت مسلمان ما هیچ کس از مسلمان بررسی نمیکنه. اونا هستن با مثلا یکی میگه که اینا کافر هست و اینا چی هستن، باز اونا سینی رحم دارن، اونا با تمام ملت مهاجرین بررسی میکنن. تا 6 ماهی که اونجا هستن یا تا 3 ماهی هستن برشان خانه گرفته میته، برشان برادر جان همه اقتصاداتی که برشان لازم هست برشان میته. ما که مایه بستم مرا اولا به کسی به کارش نمیگره، بعدا اینم سیاستی ما میره اونجا پخته چینی این پیش رومی چینی مثلا اینم کارا را میکنه و اینم 4 تا نان گرفته برای اشتکا مرم گردن همسرم چیز شده کسی توان هستم. یک سیاستر چی بکنه که 3-4 اولاد مثلا پیش ببره یا شوهرش پیش ببره، زندگی ما به این رقم ادامه داره. صحبت های همتان را شنیدین، در این تقریبا 500 خانواده زندگی میکنن در کمپ یونیت هم تو گفتین که فقط تنها آب و آشامیدنی دارن، دیگه کلا مرکز ذهی نیست و 8 ماه بیشتر میشه که در اینجا مهاجر هستن و از یه جورگانه برشون کمک نشده، کلا مسجد از طرف ترکیه است که فقط از طرف اصل. البته کدام روز گفتین هم تو؟ یک روز در میان فقط 4 دانه نان خشک میته، دیگه چوب سوخت، خیمه و این شما میبینید فقط یک فرش بسیار نازک است که از این با دوام سرد میشن، این خودش کاملا نم است و اسم میکنه که چقدر سخت و مشکل زندگی برای وطنان ما. پس لطف بکنید هر کس بندازه توان خود به جای کمک بکنید، مسای خارجی است، دولتی است، هر کسی که است. تا گزارش بعد، دیدار بعد، تریک دانه و خلان پاک همارد میگذارم. شاد و موفق پیروز باشید. صفحه فیسبوک ما را لایک بکنید، یوتیوب چنل سابسکرایب کنید. نگاهی خوب خداوند به زندگی همه ما شما باشه. تا دیدار بعد، خداوند یار مددگارتون.